نه حالا شاید شما فکر کنید من روجا بودم واسه منم با... خوب بوده ولی منم با خسا خوشحال نداشتم غروب یک شمه خیلی زیبایی بود معمولا یه شنبه ثبت می‌کردیم این فصل بذار اول سلام کنیم سلام دوستان ما برگشتیم فعلا دوباره از خونه ها به دلیل پروتکل های این بیماری الحاقی, الحاقی. بار سومیه که داریم ضبط میکنیم اما میخوام بازم این جمله رو بگم ایمان بگو جمله تو خوشحال که دفتم. از خونه داریم ضبط ببین این اوکیه خب از خونه رو ما اوکیه تا وقتی که یو بی سی نریم یا اون اتاق کذایی رو نریم من اوکیه راضی ها اون اتاق واسه این ساخته شده بود اگه جنگ اتمی و اینا میشه بری تو اونجا قایم شی آره آره خیلی ایمن بود هیچ منفذی به بیرون نداشت بعد در هم خاموش میشد آن قفل میشد هیچ چی نه هم نداشت بزرخ داریم بتا... میخواستیم بریم مثلا یه چیپسی چیزی بخریم باید تا خود خدا رو را میرفتیم تا طالقانی و می‌رفتیم میرفتیم تا ایزی میتونستیم بگیریم خب بس... می میبستی یه یک شمعه از آره یو بی سی رو میگید آره آره اما گوش می‌رفتیم یه بار یادم من ایمان داشتیم می‌رفتیم گفتیم گوش می‌شیم میشیم مجبور شدیم مثلا 18 کیلومتر اون ورتر وایستیم یه مکتونال چیزی بود یه سری آتاش گرفتیم بردیم الان تازگی رفتیم یو خیلی خوب شده صاحبه. من اونجا چی میگن کلا من میفته نمیرم چرا چرا اینقدر زد یو بی سی یا زد یو بی سی نیست اون یک شنبه اصرای از دار عذیت میکرد یه سه شنبه صبح میریم با آره سه شنبه صبح مثلا اوکی نه برای خود شنبه شبه میرفتیم خوب چرا قشنگ ما فکر کنم کم کم اینم سیگنچر تو آره هی زوم این خیلی دور بینه چیزش اذیت میکنه این اوتو آره خیلی اذیت میکنه فوکوس کشش یه ذره مشکل داره جان؟ فوکوس کش بله بله چی خواستم بگم دیگه چه خبر هفته چطور بوده؟ هفته خوب بود آقا من یه حرکت جدید دیروز زدم خیلی جواب داد ورزشی؟ نه آره ورزشی بود من صبح که شروع کردم کار کردن گفتم بزار یه ساعت اول سرپا کار کنم بعد آه. سرپا کار کردم دیدم که خیلی خوب بود و مثلا جواب دو گفتم بذار یه ساعت بعدیرم سر سرپا کار کنم اونم سرپا کار کردم بعد مثلا یه چند ساعت گذشته و خیلی من خیلی آره خیلی خوب کارت پیش رفت اصلا ذهنم منحرف نشد خیلی تمرکز داشتم بعد یه چیزی هم میخواستم تموم کنم حتما تا آخر روز کل روز رو سرپا کار کردم یازده ساعت سرپا بعد اینقدر کار کردم اندازه مثلا دو روزه شاید نشسته خیلی خوب بود خیلی مهم استندینگ دسکات معمولا حالا توی رشته شما معمولا توی آفیزا همه استندینگ دسکو دارن یعنی آره اون به خاطر حالا مشکل دید. چیزه بعدا و اینا میذارم ولی من اینجوری تجربه نکردم که چقدر رو تمرکز تاثیر داره نه وقتی نشستی انگار مثلا یه بخشی از مغزت آزاده این مثلا حواست رو پرت میکنه به چیزهای دیگه فکر میکنی ولی سر پا که بودم انگار تمام تمرکز مغز روی کاری بود که میکردم اون بخشی که قدیم آزاد بود روی سر پا نگذاشتن من متمرکز شده بود آره. آره. لبخندی که فراد میزنه نشانه از اینه که ما اون قسمت آزاده رو نداریم ما کلا یه تیکش همینطوری نیست وجود نداره موقعی که میشینیم کار میکنیم دیگه بقیهش مشغول کار میشه نه مخصوصا وقتی از خونه کار میکنیم من حس کرده بودم وقتی میشینم مثلا یه وقتایی ذهن میره یه جای دیگه خونه <applause> دیگه بالاخره راحتی مثلا کسی هم دور نیست ولی این سر کار کردن خیلی جواب داد ولی شبش کمرم عجیب تحت فشار قرار گرفته بود عادت نداری دیگه اون تو <applause> نه خب باید در بینش مثلا چیز کنی از این توپا میذارن زیر پا رول میکنی آره آره نه دیگه من این کارو نکردم خیلی چی میگن آره دیگه, دیگه کار مدل داره بوجی عجیب میشه دیگه مثلا <applause> از این توپا میذاره ماساژر میذاره اینا در مورد بوجی فارسی چی میشه داری من فکر من انگلیسیش هم نمیدونم چی, چی. یعنی مثلا کسایی که چی میدونم میرن بستنی میخورن که توش چم پرای طلا داره آبی میخورن که مثلا از این بطری هایی کن یه درصد م... شا... من اونجا شم نه آره شوخی میکنم برو که آهولی سده مثلا آره آره امروز صبح خواستم برای قهوه درست کنم بعد لیوان قهوه فرهاد ذهنش منعرف میشه پاچ کنند بخواستم قهوه درست کنم بعد لیوان چیز نداشتم به لیوان مورد علاقه مثلا زیاد آره بزرگ باشه و اینا تمیز نبود همه ماشین زفشی بود همه روشن نکرده بودم بعد یه دونه از این چیزا پیدا کردم نمیم دیدین یا نه از اینایی که شبیه مثلا شیشه مربا میمونه ولی دستگیره داره و در میسنجر میشه آره میسنجر از اونایی که توی ایران توی کافی شاپ ها با اون ناصر همه آفرد. چی تو اون آره دقیقا دقیقاً در اینجا, اینجا مثلا چلو کبابم تو اون سرو <تصفح> دوخ مثلا اینجا مواد زیاد... لازمه زیاد دیده بودم که اتفاق میفته خلاصه از این اینستن کافی ها بود قهوه رو ریختم و آبجوشی ریختن از زیر ترکید ببین اوه. خونه به کسافت کشیده شد انگار مثلا اونجایی که ترکید مثلا کابینت ما صاف که نیست قاعدتا که اصلا انگار سر قیف بود به همه جهت داشت میریخدیم یه کسافتی شده بود خونه و فقط برام اپیزودمو رو دیگه تمام کنم و هشت صبح هم بلند شده بودم اینطوری شاید یک بعد اون لحظه میدیدید چون یه هفته که ما نیومدیم خودت یه کاری کرد خدا <تصفح> که من اونجا نبودم حالا میدونی که اون دلیل بعد اون بینستم فهم که یه دونه آزمایش فیزیک انجام دادیم که اشیاء مختلف در برابر حرارت ممکنه شکننده باشه کلیپ ها بود فراد میفرستادی بچه ها تو خود آره دقیقا داشتم هم فکر کردم آره من به خدا از حرف رو میشکونن مادر به در فوش میدادن به چی کس خب چی کار کنم چرا من تیرم نسبت به شما خیلی مسئول من چرا سفید دیده میشی آب قلب تو بخوره دیگه یه زیوگم فوش میدی دیگه یه زیوگم توحیم میکنی ما نور پردازی کردیم فراد فرض شما هفتتون چطور بوده؟ شما سرپایی نشسته دولایی من این این کمدی که اینجا میبینید بله چی سیری مثل این که اکتیویت اینو اکسنت سیری اینو داشتم سرهم میکردم کمد های کیاه خیلی همون که پشته نه نه این اون برشه نه این که اصلا پنی دقیقه بود چون یادم گفتی سر و سول کشید گفتم اون سر اومد میبینم یه سری <applause> حرومیجات هم روشه نمیدونم آیا درست حرومیجات آه اون اکسه بله بله <applause> مال کارونه اون باید کارون رو پس تو هم مشغول مووینگ و درستان آره درستان مووینگ رو بعدا نمونده دیگه بسه همون فرزا شما چطور؟ من خیلی سختی داشتی آره خیلی سرم شروع بود هفته پیش گفتم که از اون سفر کذایی که, که برگشتیم منجرم گفت که تیمت به مدت دو, دو ماه عوض میشه بله. بعد تو این تیم جدید خیلی اینا کار دارن و مثلا اصلا ساعت کاری هم نمیشنست مثلا من یه به میتینگ دعوت هم میکنن ساعت ده شب ایمیلش میاد مثلا اصلا خیلی عجیبه میتینگ خودش چه ساعتیه؟ مثلا میتینگه برای فردا ساعت مثلا نومیمه صبحش خیلی بچه ها چون ددلاین دارن بعد یکی به هم ریختم ولی تجربه جالبیه دیگه حالا سخته با اینجور تیما کار کرد این وقت نشناختن سر کار خیلی من اذیت میکنه علبه. شده خیلی... مثلا ده و نیم یازده شب مثلا میزن آقا تو رو قرآن الان ما دیگه لا تختیم به قرآن یعنی ساعت یازده شب ول کنی مثلا داریم بازی آره. میکنم من که جواب نمیدم اگه بخوای بدونیم ولی خوب. بلی بریم سر اپیزودمون چیز نشین بگین کارون اون جیمی که میخواست بری چی شد داستانش هیچی هنوز خبر نداده الان که جیما رو بستن آره نبستن ام... تا ده نفر میشه رفت فقط او همون ده نفر واسه چی برن نه هفته پیش این جیما سوریه شنیدی دیگه نه نه اوت بریک شو آره 42 نفر رفته بودن تو جیم هر 42 نفر گرفتن الان سوریه پرچم داره بنکور بزرگه او اون معلم دو نفر رو به چند نفر رفتن دادن او کن دیگه من بیکارم من خود یه ذره میکنم من میام اونجا رو بردارید دقیقه مثلا حرف منو درست کنه کل اپیزودو خراب کرد خراب بریم سر اپیزودمون بفرمایید بفرمایید سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم مامان سلام سلام جونم براتون بگی که امروز اپیزود 259 ماست خوش اومدین به خودکست ما رو میتونید توی تمام پادگیرهای مختلف در دنیا مثل اپل پادکست گوگل پادکست اسپاریفای پادبین پادبین کست باکس و جاهای مختلف بشنوید هر جا که پادکستتون رو میگیرید میتونید اونجا بشنوید و اگر که دوست دارید ما رو به تصویری ببینید با ایزر محتوای اضافه و ما رو حمایت کنید میتونید تشریف بیارین تو یوتیوب و اونجا به ما سابسکرایب بکنید و اونجا اپیزودها رو ببینید جونم براتون بگه که چه خبر همه چیز خوب همه چیز اوکی بدون مشکل هفته خوبی رو داشتید دیگه یه دونه چهارشنبه همین وسط تعطیل شد که نمیدونم چرا میندازن چهارشنبه تیم نبود خیلی وقت بود دو سال الان اتفاق افتاد نه دو نه سال دو سال, یه سال سال پیش بود و امضا سال دوم میشه دیگه پارسال یاد باشه ما سال پیش دقیقاً در سال پیش نبوده یه دونه چهارشنبه دیگه بود همین مثلا توی جون یا جولای بود من سال پیش ویکند بود من چون سر کار بودم یادم آره پس اه... یه دونه چیز دیگه بود ما با هم دیگه همچین صحبتی من یادم همین جون یا جولای بود همین امسال بود بله حال داد به نظرم اینکه وسط هفته بود خیلی خوبه دو روز میری یه استراحت یه استراحت بالی بود یه جوری بود نمیدونم من ترجمه میدم <تصفح> همش بیفته پشت هم اونطوری احساس میکنم بیشتر کار انجام اینطوری عادتمون دادن به اه... کارون این چیزیه که اونا میخوان تو فکر <تصفح> اه... <تصفح> <تصفح> اه... چه خبره دیگه شما همه مشکل نداشتین دیگه این هفته مشکلاتو گفتیم توی قبلش آره میدونم ولی خب الان بچه‌ای در دارن میشنون دیگه تکرار مکررات که نمیشه اون که قبلش شنیده دو بار باید پوش بده هفته پیش اپیزودایی که رفتیم خیلی خوب برداشت شد در واقع اپیزود کارون رو خیلی خوب برداشت کردن خیلی ممنون برای کلی کامنت و مسیج هایی که اومد در و نقاط فضاهای مجازی همه جا به ما مسیج داده بودن کلی تشکر کرده بودن ممنون از همه فکر کنم خیلی خوب یه سلسله اپیزود خیلی خوب بود خیلی هم خوب تمام شد و امیدواریم ببینیم که بارون بخواد چه سلسله دیگه یه شروع بکنه آره این اپیزود آخری که هم میرفتم خیلی فکر نمیکردم که حالا بازخورد خوبی داشته باشه هرچند وقتی نیا خودم خیلی دوست داشتم قبل شروع اپیزودم یادتون باشه بهتون داشتم میگفتم این مثلا یه سری نکات عمیق توشه با قبلی ها فرق داره ولی خیلی مطمئن نبودم که ما بازخورد خوب میگیریم میگم به همون دلیلی که حالا توی فرهنگ ما شما از این مباحث و ایده ها که صحبت کنی دیگه برچسب حالا طرف و نمیدونم فلان و اینا میزنن به اه... یعنی برداشت من این بود که شاید خیلی استقبال نشه ولی کاملا برعکس شد اتفاقا استقبال خوبی شد اه... کامنت خیلی خوبی گرفتیم و اه... علاوه بر اون من چند تا مکالمه خیلی جذابم با چند تا شنونده داشتم راجب به همین موضوعی که صحبت کردیم که خیلی من خوشحال شدم حالا مایه دلگرمی بود و بیشتر از این خوشحال شدم که در واقع کسایی که حالا این ایده ها رو دارن این فکر رو دارن ما رو گوش میدن و با ما تعامل میکنن یعنی برای خود من خیلی جذاب بود که داشتم با این آدم صحبت میکردم نقطه نظرشون رو میشیدم. یادم به این افتاد که میخوام بگم البته از همه رنجی به ما گوش میدن بعضی هم بیا فوش میدن و... آره خوبیش همینه نه جالبه آره من خودم میگم من خودم اپیزود آخریه رو دوست داشتم ولی مثل کارون فکر نمیکردم مثلا اینقدر بازخورد خوب داشته باشه و, و خیلی خوشحال شدم که این اتفاق افتاد و دمت کم خلاصه خواستم یه تشکری جلوی جمع از شما بکنم بابت این سلسل قسمتهایی که رفتی فرمادم که منتظریم که نمیدونم برنامه چیه برای ادامه ما درگیر سه مجاوزیم دیگه این اپیزود دو همه سادر نشده <تصح> نه میری میری اله کی توی توییتر خیلی توی تویتر نه مجاوز کنم توی توییتر خیلی توی توی خوشونت داشتن یه سری ها نسبت به اینکه چرا من اپیزود دو اون آخه این رو دوره رو... دو هم وسط مثل, اینو این وسط کار یا برنشی بری چیه خوب به تمام کن کاره دیگه اینا رو دیدید مثلا دور هم دور دو هم که جمع میشید مثلا همه دارن معاشرت میکنن و مثلا یه مشروبی میخورن و اینا یه سیاست فقط حضور به هم میرسونن که از مثلا اون تنقلات دور استفاده کنن برادم اونجوری هر هفته حضور رو هم میرسونه و اینا ولی به <applause> مبحث مشارکت که اون کار اصلی رو که میخواد انجام بده خیلی دست دست میکنه دنبال تنقلاتی یللی تللی میکنه تللی تلالی. تلریه تللی تللی <تص> <تص> بریم سر اپیزودمون پای این آها آه فقط این بگم. بعدی من بگم اپیزود بعدیمون با آریان ای اف اکس که یه آهنگساز و حالا یه خیلی به در کامیتی ایرانی و بعضی موقع خارجی یه مصاحبه داریم قراری که باش صحبت بکنیم دوست داریم که بشنوین قراری که بحثای داغ و جنجالی رو با ایشون صحبت بکنیم حالا بیشتر در توضیح میدیم بریم روی هفته پیش در چی صحبت کردیم اومدیم در این گفتیم که آدما میتونن بر سر فاکتورهای مختلف پا روی خط قرمزای اخلاقی خودشون بذارن این فاکتورها شامل چی بود مثلا بیهسی فرهنگی بود یا اینکه داشتن احساس اینکه قدرت مطلق دارن یا اینکه توجیه کردن قفلتشون و خب مثالایی که زدیم بیشتر در هیته کاری بود تا شخصی این هفته میخوایم از یه دیدگاه دیگه بهش بپردازیم این هفته میخوایم در مورد مورال هایپا... هایپوکرسی صحبت بکنیم یکی هم گفته بود که اگر که کلمه انگلیسی میگید اسپلش هم بگید شو. که ما بتونیم بریم پیدا بکنیم یا ترجمهشو بگید یا اگه سخته اسپلش بگید چون این ترجمه بگید. خوبی نداره من برای همین اسپلینگش میگم مورال که ام او آر ای ال هایپوکرسی هم هست ایچ آی پی او ای آی اس هایپوکرسی می نویسم اینجا دالاتوی توی چیز که حالا ترجمه خوبی براش میگم پیدا نکردم ولی مثلا میشه تزویر اخلاقی مثلا بهش مثلا اگه بخوای کلمه به کلمه همون بکنی یا دروی ولی اگه بخوام درماش توضیح بدم به کسی میگن که استانداردهایی هایی که دوست داره بقیه رو حالا به صورت اخلاقی نه ظاهری که دوست داره بقیه داشته باشن رو حاضر نیست روی خودش اعمال بکنه مثلا اگه کسی مثلا به ما خیانت میکنه همیشه از دست شاکی میشیم و میخوایم حالا سر به تنش نباشه و فلان و افرا ولی وقتی خودمون اون کار انجام میدیم براش توجی داریم مثلا میگیم که آره خیانت کردم چون تو رابطه خوشحال نبودم بینمون مثلا مشکلات وجود داشت مثلا از اون طرف راضی نبودم اون من راضی نمیکرد چون میکنیم برای توجیه در واقع توجیه کردن کارمون کلی جالبه که بدونید من فکر نمیکردم کلی تحقیق روی محفظ انجام شده و نشون داده که ما انسان ها از بقیه استانداردهای های اخلاقی بیشتری انتظار داریم تا از خودمون از اطرافیانمون بیشتر انتظار داریم که آدم های با اخلاقی باشن آدم های صادقی باشن تا از خودمون حالا <applause> توضیح میدم که چرا همونطور که گفتم تقیقای خیلی مختلفی روش انجام شده و تونسته نشون بده که ما انسان ها مهمترین ویژگی برامون توی اطرافیان با اخلاق بودن اون شخصه تا اینکه مثلا بخوایم این طرف باهوش باشه یا کمک حال باشه یا مثلا خوشمشرب باشه توی تحقیق که چندین نفر رو مورد بررسی قرار دادن این یه دونه تحقیق 170 نفر بوده خواستن که انتخاب کنن اون افراد مهمترین ویژگی اخلاق آ... اخلاقی آدم ها رو توی شغلای مختلف میخواستم بگیم که مهمترین ویژگی اخلاقی توی این مثلا بنظر شما چی باید باشه اون شغل هم از حالا کسی که توی سوپرمارکت بوده تا مثلا چه میدونم مهندس و قاضی و پدر مادر و معلم و چیزا شغلای خیلی متفاوتی بوده و دیدن که ویژگی اخلاقی مثل صادق بودن یا مثلا جوان مرد بودن یا قابل اعتماد بودن رده های خیلی بالاتری رو برخورش خودش گرفته تا مثلا ویژگی هایی مثل مثلا خوشمشرب بودن یا مثلا باهوش بودن اون طرف وقتی که در مورد شغل یه نفر داری فکر میکنی مثلا فکر میکنی دوست داری که قاضیه حالا با آدم باهوشی باشه ولی اول دوست داری که صادق باشه تا باهوش باشه موقعی که اومدن اینا رو رده بندی کردن <تصفح> و این توی تمام این شغلام صادق بوده توی هیچ کدومش نبوده که اخلاقی ها پایین تر باشن از بقیه ویژگی هایی که آدم ها میتونن داشته باشن حالا جالبتر اینه که توی همون تحقیق نشون داده که کسی که ویژگی اخلاق بد داره خیلی بدتر از بدتر از وقتی یه نفر یه ویژگی اخلاق بدی داره آدما خیلی بدتر بهش نگاه میکنن به صورت شخصیتی حالا مثال میزنم یعنی چی مثلا اگر آدمی خیلی مثلا افتاده است خیلی حامله خیلی افتاده است ولی در عین حال بقیه رو به صورت عادلانه باشون رفتار نمیکنه خب از خودش تعریف نمیکنه ولی با بقیه هم عادل نیست با این طرف خیلی رفتار بدتری میکنه جامعه تا مثلا یه دونه آدم ورزشکاری که خلاق نیست خب مثلا ورزشکار خوبیه ولی مثلا چه میدونم مهدی تارمیه بازیکن ورزشکار باهوشیه ولی فینیشر مثلا خوبی نیست خب این خیلی بهتر باش رفتار میشه تا یه آدمی که یه ویژگی اخلاق منفی داره یعنی <متصفيق> هم فوتبالیست مثلا فوتبالیست خفن باشه ولی مثلا تو معاشرت شماش اینا نه نه دو تا صفت مختلف مهارتی نف... میگه اگه داشته آرز. باشه باشه ضعف آفر بگو مثلا تو چه آه... میدونم حالا مثلا توی فروش ماشین اگه باشی خیلی فروشنده خوبی نش... نباشی اون قدی بهت بعد نگاه نمیشه تا اینکه فروشنده خوبی باشی ولی مثلا پشت سر بقیه حرف بزنی اینو میگه آره آره میگه ضعف اخلاقی خیلی بدتر دیده میشه از نگاه آدم ها تا ضعف حالا قابلیتی یه شایستگی دیگه از یه ام. مدل دیگه کجا بودم همین اینو جفت این مثالایی که زدیم یه ویژگی خوب داشتن یه ویژگی بد همشون Uh, ولی وقتی ویژگی اخ... ویژگی بد اخلاقیه آدم ها خیلی uh, سختتره براشون که بخوان قبولش بکنن uh, طبق روال افتار گذاشتم من یه سوال پرسیدم تو اینستاگرام که میخوام الان یه سری رو بخونم سوال من این بود که تعریف شما از درو بودن چیه؟ تا به حال خودتون درویی کردین یا تا به حال uh, شده خودتون کاری رو که ب... از بقیه انتظار داری انجام ندن رو انجام بدین و مثالی هم دارین که دورویی قابل درک باشه من یه چیزی بگم آه. یه ذره حس میکنم تعریف دورویی توی زبان فارسی فرق داره با این چیزی که تو الان تعریف کردی آه. این توصیفی که تو کردی میگفتی که ویژگی رو دوست داشته باشیم بقیه داشته باشن ولی خودمون نداشته باشیمش آه. در سکت اینه که تو نه, ج... نه. با... گفتم استانداردهایی که رو بقیه دوست داریم داشته باشن رو به خودمون اعمال نکنیم آره دیگه یعنی دوستان بقیه داشته باشن ولی اون استاندارد خودمون مثلا نداشته باشیم ولی دورویی حالا توی فرهنگ ما اینجوری که شما یه جایی رفتاری میکنی خودت یه مدل نشون میدی ولی جای دیگه بری یه مدل دیگه نشون میدی مثلا هم که کامنت هایی هم که گذاشته بودن در همین رابطه بود که مثلا هم. توی یه جمعی یکی از فلانی بعد میگه ولی همون موقع فلانیو که ببینه جلوش خوب میشه یه ذره حس میکنم این دوتا مفهوم حالا توی فرهنگ ما و زبان ما فرق داره با این تعریفی که تو اول واسه همین میگم واسه همین میگم نتونست یعنی خیلی ف... نمیشه ترجمه ترجمهش کرد من نتونستم ترجمه خوبی براش حالا علاوه بر ترجمه خود اون مفهومش هم یه ذره فرق داره هم. مثالایی هم که همه زدن بیشتر دورویی بود خود من مثالایی که آماده کردم درویه حالا اونم... توی یه حوزه خیلی اشکالی نداره زیاد فرق نمیکنه حالا بذار من بخونم اینا رو علی گفته بود که دروی یعنی نون به نرخ روزخوری و به نظرم من کسی توی هر جمعی اخلاق مناسب اون جمع رو داشته باشه بهش نمیشه گفت درو رومینا گفته که درویی یعنی اینکه از فلانی بدم میاد و باحال نمیکنم بعد میبینم با هم رفتن بیرون و همه چی هم اوکی بوده من اینو توی آقایون خیلی بیشتر دیدم که پشت سر هم دیگه حرف میزنم ولی وقتی میان انجلو هم دیگه داشی و عاشق و فلان 20 سال هم دیگه یه چیز دیگه. دیگه این مثال سکسی آره آره. ادا نه میگن که توی آقایون بیشتر دیدن اینو آره دیگه این مثال خودشون آره اوکی چرا چطور چون نمیتونی اینجوری بگی دیگه داری پیشتاوری مثلا میکنی که ممکن حالا سمپل هایی که ایشون دیده باشن اینجوری باشه ولی تو نمیتونی از قبل پیشتاوری کنی که نه نمیگه که آقایون بیشتر میگه من بیشتر تو آقایون دیدم آره دیگه میگم نمیتونی تعمی... دیگه؟ تعمیمش بدی که حالا هر آقایی که ببینی احتمالش بیشتره که این کار رو آخه اینو نمیگه که نمیتونه نمیگه آره میدونم میگم ولی حالا ولی خب این باور رو دارن که تو آقایون این بیشتر دیده شده خب و حالا اگه یه آقای جدیدی ببینن اگه بیشتر احتمال بدن که این رفتار از خود جلب میده به این میگن نه من تو کنم توی این این موضوع خیلی با دیگه <تصفح> نظر بدیم نه من تجربیات و مشاهدات خودش آره نه یکی مشاهدات خودشو رو بگه مثلا من میتونم بگم که مثلا من دیدم که چه میدونم شیرازی ها مثلا رانندگیشون بدتر یعنی شیرازی که من دیدم رانندگیشون بدتر بوده اکثر کسایی که من دیدم بعد شیرازی بودن ولی من نمیگم همه شیرا زیاد رانندگیشون ولی فکر ا... کنم حرفی که کارو میخواد بزنه اینه که این ذهنیت تو یا حالا این دادت باعث میشه که دفعه بعدی که یه شیرازی ببینی آردی تو سرت این باشه آقا چی از اخو... کجا میدونی اینو تو که تو ذهن من نیستی که خب <تصفح> <تصفح> نه نمیگم تو اینجوری میگیم ولی اگه این باعث بشه که تو یه شیرازی جدید ببینی پیش‌داوری رو بذاری که این مثلا رانندگیشون بده اون میشه سکسیزه مثلا همینجا آره دیگه نه اون درسته حالا اون سکسیزه نه ریسیزه میشه اونجا اینجا حالا ریسیزه که ما داریم در رابطه با چینی دیگه میگم مثلا چینیا رانندگیشون بده تو اگه یه چینی ببینی پیش داوری کنی که اینجوری اون بعد حالا ایشون قطعا اینو تو اون کامنت نگفتن من دارم میگم ولی اگه این پس ذهن یکی باعث بشه که حالا نفر جدیدی رو که دید بر اساس پیش داوری بر اساس مشاهدات قبلی خودش یه برچسبی رو بزنه اون میشه حالا یه چیزی ایزم آره ولی هیچ چی میشه ولی الان ما یه جوری اینطوری نیست که الان ما داریم از قبل ما داریم میگیم که این کار یعنی آدما سخت میشه الان بخوام مشاهدات خودشونم بگن یعنی من مثلا دیگه نمیتونم در اون مشاهدات خودم نمیتونم صحبت کنم به اینکه میشون... بقیه فکر میکنن من دارم پیش داوری میکنم نه چی میگی نه هیچ مشکلی نداره آدم مشاهدات خودشو رو ولی خب همیشه اون در واقع جامعه آماری که ما توش بودیم لزوما نماینده جامعه آماری کل نیست ممکنه صدرصان. تو مثلا هر شیرازی دیدی رانندگیش بد بوده باشه ولی تو توی محیطی بودی که راننده بدا بودن درسته خب اگه تو محیطی باشی که راننده خوبا هستن ممکنه نظرت کاملا فرق کنه نتیجه گیری کلی نمیشه کرد نمیگم این آدم نتیجه گیری کلی کرد یا تو مشاهده رو بگی نتیجه گیری کلی میکنی م. ولی این تو ناخودآگاه ما ممکنه باعث بشه ما یه قضاوتی داشته باشیم ممکنه ولی من میگم که اصلا یه جوری نباشه که ما بترسیم که بخوایم مشابه خودونو بگیم کلا یعنی ما نه یعنی انسان رو دارم میگم فقط جمع رو نمیگم همه. هر کیه ما میرسه سری اولی نه اون هر کیم هم بازم اشتباهه ولی چرا اسپانیا بعد از رسمی نه <تصفح> آ به شما میگن؟ به عنوان اسپانیا بعد نیلوفر گفته بود که درویی یعنی وقتی رئیسم میاد تو اتاق نیشم باز میشه ولی وقتی میره میره بیرون پوکر فیس دارم بعد امیر گفته بود که مادرم همیشه میگفت این این حالا شاید خیلی نزدیکتر باشه به موضوع به بحث ما که میگه مادرم همیشه میگفت به چی ما... خود خودم <تصفح> نمیتونم بخونم چه شده به بنفعت نباشه گوشت نمیشنوه دلیلی که باعث درویی میشه و دلیلی که باعث دروی میشه ن... می نفع شخص نفع شخصیه مجیبم گفته بود خودم سعی کردم درو نباشم اینکه چقدر موفق بودم رو اطرافیانم باید بگن بعد نظر بدن ولی خب خیلی تو زندگیم دروی دیدم و خیلی هم اذیت شدم مثال اینکه وقتی با این نفر در مورد هدف شخصیم صحبت کردم رفته پشت سرم و مسخره کرده که <applause> اینم جزء مثال های درویی میگه اینم تو... سخت آ از بقیه بپرسه آقا من آدم درویی ام یا نه اگه باشی که اونا باید خیلی صادق و رو راست باشن که باید بگن درو هستی از بب... ولی نه. اگه هم... نگه یعنی خودش دروه اگه تو درو باشی تو از یکی بپرسی و اون طرفه بتونه اگه تو دوری خود اون طرف دورو ولی اگه تو اون موقع بدونی خود دروی اون موقع اگه یارو نگه میتونی بهش بگی تو درو بودی که به من نگفتی بی شرف نه ولی خب چیزی دیگه حالا میرسیم بهش ولی ما هممون تو زندگیمون یه دورویی داریم دیگه این بزرگ کوچیک داره من خودم یه مثال بزنم مثلا بگم چی شد که مثلا به فکر این اپیزود افتادم این روزا ما با اومدن این بیماری اصلا یه جورایی طرز زندگیمون عوض شده روش زندگیمون عوض شده و هممون یه تئوریای خودمون رو داریم که چجوری باید با این بیماری مقابله کنیم و این امرم خیلی بدتر میشه وقتی اطلاعات درست حسابی از افرادی که صاحب نظر هستن یا ارگانهایی که صلاحیت اظهار نظر دارن اطلاعات درست حسابی به مردم منتقل نشه یا موقعی که منتقل میشه اونها برداشت درستی از این اطلاعات نداشته باشن چند هفته بود که این بیماری افتاده به جون خانواده ای ما و مثلا خبر میاد که فلانی گرفته فلانی تو بیمارستان فلانی مثلا فلان شخص فوت کرد و فلان و اینا و منم همیشه اینطور بودم که بابا اصلا چرا میرید بیرون چرا نمیشینید تو خونه یا مثلا میرید بیرون حتما ماسک بزنید دستکش بپوشید فلان و حرفا یا مثلا الکل ببرید هزار بار دست خودتون رو بشورید بعد چند شب پیش داشتم با مامانم صحبت <applause> داشتم با مادرم صحبت میکردم گفتم که ها داشتم میگفتم که تعدادی کیسه اینجا رفته بالا و, فل... بالا و فران مادرم گفتش که خب مثلا نرو سر کار اگه مثلا میری تو آسانسور مثلا ماسک بزن دستکش بپوش و اینا بعد من خودم اومدم دیدم که اصلا من دارم با حرفایی که خودم به بقیه میزدم آدم مخالفت میکنم آره میتونه این باشه که چون فکر میکردم برا من چون جوونم اتفاق نمیافته یا مثلا چون شاید فکر کنم تو شهر ما تعداد کیسا نسبت به حالا ایران مثلا کمتره یا مثلا شاید فکر میکنم که من مراقبم و هزار تا دلیل دیگه که حالا میخوام قبول نکردن خودم رو یه جورایی توجیح بکنم و به این نجا رسیدم که من خودم الان اینجا دارم یه جورایی درویی میکنم من به یه از یه نفر انتظار دارم که مثلا وقتی که میره بیرون حالا اصلا نمیدونم تو چه شرایطی داره تو ایران زندگی میکنه واقعا چون اونجا نیستم نمیدونم از لحاظ فکری چقدر تحت فشاره هر موقع مثلا به مادر بزرگم زنگ میزنم آره نرید بیرون چه میدونم مهمونی ها رو نرید اگه کسی دعوتتون میکنه خواد بیاد خونتون بگید نه و فلان و اینا ولی خودم وقتی به خودم میرسه شاید مثلا رفتم یه نفر دیدم بیرونم غذا خوردم مثلا این بر اونورم رفتم ماسکم شاید مثلا یه جا رفتم نزدم که واقعا یه بار رفتم سوپرمارکت نزدم خودم و خودم خجالت کشیدم اه... حالا به این فکر افتادم اگر شما حالا مثالی دارید حالا در مورد دو فرق نمیکنه یا مثال اینطوری چیزی دارید تو این چند وقت اخیر دوستان بشم یا حتی اگر که مثالی ندارید در مورد صحبت هایی که تا الان شده نظری دارید که به نظر خودتون چیا باعث یه همچین مشکلی میشه دوست دارم که بشنوم ببینم چی دارید بگید آجا من برم من خیلی آماده اومدم بفرمایید وای <applause> باورم نمیشه <applause> آره من میخوام بگم که اصلا ماها آموزش دیدیم که درو باشیم دوباره میگم دیگه ما داریم راجع فرهنگ خودمون حرف میزنیم اصلا معنیش نیست فرهنگای دیگه اینجوری نیست ما نمیدونیم فرهنگ من نمیدونم فرهنگای دیگه چه جوریه چه جوری آموزشی من دو تا مثال شخصی میزنم از خودم یکیش زمانی بود که از من انتظار میرفت درو باشم و من فیل کردم چون یه بچه بیگناه بودم ولی دومی زمانی بود که انتظار رفت من دورو باشم من با بهترین کیفیت آدم دوروی بودم اون موقع حالا چجوری بچه بودم 6 ساله هفت ساله میریم دبستان دیگه ایما میدونه ما مثلا اومدیم بریم دبستان رشاد حالا چیز دهم ده پر کنیم نبود ولی حالا نزدیک خونه بود و میگفتن دبستان خوبیه همیشه خب مدرسه میخواید برید ثبت نام کنیم اونجا ازتون چیز میگیرن دیگه دبستان مگه دوستان داشت آره ازتون امتحان میگیرن بله خب. ولی بچه 6 ساله رو که ازش چه امتحانی میخوای بگیرین که آموزش ندیده اینا در واقع اینترویو مصاحبه گذاشته بودن میرفتیم مثلا با والدین میرفتیم اونجا بعد شما رو تنها میبردن تو اتاق یه انسان جلوی نشست که ایشون یه ذره پیشونیشون تیره شده بود بله می تیره میشه و اینا شروع که از ما سوال پرسیدن یه جایی سال رسید من فقط همین یه دونه سوال رو یادمه چون خیلی خروجی خنده داری داشت گفت مثلا شما تو خونه تلویزیون نگاه میکنید یا فیلم میبینید و اینا چی میبینید خب برد. بعد حالا من بچه اونجا که خبر ندارم دیگه نه اینکه حالا خونه ای ما همیشه مثلا شو تلویزیونی بود و اصلا ما ماهواره داشت اصلا اون موقع همچین چیزایی نبود همش تلویزیون ایران بود از شانس بعد ما خیلی مثلا اخیرا اون موقع یه دستگاه VHS پلیر اون فیلم های گنده که قدیم بود از فرانسه برای ما اومده بود خب مثلا اقوام از خارج فرستادن که توی این یه دونه فیلم رقص مایکل جکسون هم بود آه. تو خونه ما اصلا قبل اون موقع که همچین چیزی پخش نشده بود شانس بعد با قبل این که مثلا من برم اونجا این تازه رسیده بود من هم بچه خبر نداشتم که گفتم مثلا فلان مایکل رقص مایکل جکسون نگاه میکنی آره اینو مثلا ما صبح بیدار میشیم بابا مولا میشه آره مثلا همه وایس دادیم چهار تریلر رو داریم میرخصیم و اینا بعد یارو تعجب کرد بعدش هم آره تعجب کرد و بعد مثلا اون مصاحبه تموم شد من که اصلا نمیفهمیدم که چه چیزی گفتم بالاخره بچه هست نمیفهم بعد مادرم گفتن اومدن بعد مرتیکه چیز کرد رو کرد رو در رو کرد آقا مثلا پسر شما خانم پسر شما این حرف رو زده بعد حالا مادرم اونجا میخواد ماله بکشی که نه اینجوری نیست و بچه هست و از یکی یه چیزی شنیده و یه حرفی زده و اینا من بچه بودم ولی اگه الانم بود همونجا اولا پدرمون یارو در می که همچین سوالی کرده دوم بعد که اومدم بیرون به مادرم میگفتم اصلا مدرسه نمیخوام برم به تو چه ربطی داره من تو خونم چی میبینم خب اینجا مثالی بود که من باید دورویی میکردم و نکردم ولی جامعه انتظار داشت که از من بکنم خب او... این سوال مثلا تو دبیرستان اینا ازت نپرسیدن <تصفح> آره نه <دیگه> اون موقع یاد گرفتم خب اینو میخوام اگه اون موقع آنست باشی اون یه بنیان خانواده از هم اون مدرسه رو ندادن نه اصلا نرفتم نمیدونم چی شد آه. اونجا نرفتم رفتم مدرسه دولتی قسمت <applause> آره ایمانم بعد یه سال دیدم. بدون اینترویو آره, آره. اه... که خیلی چیزای بدتری دیدیم تو مدرسه مایکل جکسون پس باعث شد که ما تو با هم دیگه دوست بشیم واقعیتش آره بعد این خب ببین بچه 6 ساله توی همچین شرایطی قرار میگیره بعد مثلا خانواده بهش میگه نه پسرم اسرار خونه رو شما بیرون هویدا نمیکنی خب بعد یه ذره که بزرگتر میشی میفهمی که اسرار بیرون هم تو خونه نباید هویدا <applause> کنی خب اسراری که شما تو مدرسه بینه تو خونه هویدا نمی‌کنی خب این بچه 6 ساله اینو دید و یاد گرفت و قشنگ فاینتیون شد که توی شرایط مشابه چه جوری برخورد کنه رسیده مثلا 22 سه سالشه رفته بودیم ما من اومده بودم بانکوهر. بعد برای اینترنشیپ من یه تابستون رفته بودم مونترال اینجا من خواهرم خوهر خار... هست و یه پسرخاله دارم که این فرانسه به دنیا اومده فرانسه بزرگ شده از 18 سالگی هم رفته منشاد خب با فرهنگ ایرانی خیلی کم آشناه و خب توی فرهنگ اونا حالا تو فرانسه که بزرگ شدن اسرار بیرون رو خونه هویدا میکنن ام. حالا مثال چیه ما رفتیم تورنتو من و پسر خالم که از من چند سال بزرگتر رفتیم تورنتو بعد رفتیم خونه یکی از دوستای من شب قراره با اون دوستم و دوستش بریم پارتی بیرون خب ولی قبلش رفته بودیم خونه اینا بله. بعد مادر اون دوست من هم اونجا بود ما بله. نشستیم جلوی مادر یعنی من و پسر خالم نشستیم بعد شو تو اتاق دارن حاضر میشن اصلا نیستن بعد دیگه من اونجا لفظ قلم دارم با مادر ایشون صحبت میکنم و از سیاست میگیم از اقتصاد میگیم از تفاوت شرایط ایران و کانادا میگیم که شما چه کار خوبی کردید بچه ها رو تو سن مناسب آوردید خارج از کشور شرایط پیشرفت و براشون مهیا کردید مثلا اینجوری بود که دیگه نصف لغت این پسرخاله من نمیفهمید دیگه چون ایران هم در سخمون دور یه زرسی تو کی چی داری میگی ما پامون از در خونه گذاشتیم بیرون آه. یه ذره گذاشتیم ق... اولین قطری الکل که به مهده رسید یه ادبیاتی از من روش شد یه حرفایی میزدم بعد این پسر این کیه اون کیه تو اصلا چجوری انقدر فرق داری این دو جای مختلف چجوری میتونی این کارو بکن اصلا بالا من تعجب کردم اینا چ... بعضا یه چیزایی میگفتن بود می شما تو فارسی واقعا این چیزا رو میگید بعد آره خلاصه اون پسری که تو 6 سالگیش نتونست اون کارو با کیفیت مناسبی انجام بده چون ضعیف دست داره بعد با بهترین کیفیت دورویی رو ارائه داد و اصلا خروجی خیلی عالی شد چون مادرشون داشتن ما می گفتن. مواظب بچه ها باشید شب میرید بیرون مواظبشون باشی گفتم خیالتون راحت اصلا آدم مطمئنی هستیم و اینا آره ما میگم ادامه دیگه نده بریم <applause> آره میخوام بگم که اصلا ما طراحی شدیم برای این کار ما پرورش پیدا کردیم که درو باشیم یا اثر خونه رو بیرون نمیبری یا اثر بیرون رو خونه نمیاری اه روهای مختلف از خودت نشون میدی می دیگه حالا ابعاد رو که زیاد کنیم سر کار یه جوری بیرون با دوستا یه جوری با اون یکی دوستا یه جوری دیگه ای آره آره شما چی فرات فرادت شما من منم داشتم فکر میکردم خب ش... یه ذره فقط نزدیکتر چون احساس کردم خیلی شبیه ب... به ا... اون تو هم صداات بعدش قارون <ترجمال> منم خب اینطوری بود که یادم اولین تجربه درویی که تو ذهنم میاد این بود که ما ماهواره خریده بودیم دقیقا اول دبستان که من رفتم و مثلا ماه آبان آبان آذر ماهواره خریده بعد من میترسیدم که چرا داره ماهواره میاد تو خونه و اینا رو دیشش پارچه انداخته بود تو میگرفتن اگه تو مثلا خیلی چیز بود <تص> 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 حساسیت بود و اذیت میکردن و اینا بعد این ناس که شد به ما گفته شد که تو مدرسه نگید مثلا به اشتراک نذارید این داستان ولی خب من کل... بعد کلی هم کانتنت باحال میدیدیم برنامه کودک های باحال اینا ها. بعد میرفتیم میرفتی <laughs> می مدرسه میخواستی مثلا بگی دیگه بچه بودی یا دلت میخواست مثلا به اشتراک بذاری ولی های اسبابازی ها <laughs> لگو یادمه ولی خب این تو ذهنم هم همش بود که نه من نباید بگم اگه بگم یه چیزی و مثلا به باعث مثلا ناراحتی خانواده میشم و اینا و همینطور جلو هم که رفت حالا ما هم مدرسه دولتی بودیم دبستانم خب چیزایی میدیدیم و اینا که واقعا اونا هم نمیشد بیاریم تو خونه مثلا انتقال بدیم یعنی اصلا میگفتن شما مدرسه دارین یا مثلا چیکار دارین میکنین بعد واسه همین این این همیشه بود خیلی منو اذیت میکرد بعد مثلا من خودم حالا شخصیتی که تو محیط خانواده دارم با افراد در جای خانواده با شخصیتی که با دوستا دارم خب کاملا فرق میکنم فکر کنم تقریبا هم بیشتر افراد هم همینطور باشن ولی من, بس... من که با پدرم کاملا گیر دستید <applause> ولی جالبش اینه بعضی وقتا که حو... جلوی خانواده مثلا این اه... تفاوت میزنه بیرون یا مثلا متوجه میشن که مثلا ما با دوستان نزدیک به چه صورت صحبت میکنیم و چه دوله راحتی داریم خب خیلی براشون چیزه نوعه خیلی سورپرایز میشن خانواده مثلا... وقتی متوجه میشن آره آره آره, آره. خانواده رو متوجه شدن مثلا اگه تماس تلفنی بشتون اگه مثلا هم بیخود خود نیستی هر وقت به هم زنی میزنیم آقا سری رو اسپیکره تو ماشینم <تص> ما هر موقع که با هم دیگه زنگ میزنیم اولین جمله ای که اگه مثلا کسی باشیم مثلا میگی فلانی اینجا حواست باشه رو اسپیکری تو ماشینی مثلا اینا تو رویه شروع میکنی <applause> نه تو اگر که گفته نشه اون موقع از الفاظی استفاده میشه که خانمان سوز 100 درصد دیگه آینده اینا آره بعد این خب حالا ب... مال ب... دوران بچگی و دبستان و اینا بود تا حالا بزرگ شدیم بعد یه دو روی دیگه حالا من دوباره ب... یه فلش بک میزنم به شغل قبلی که داشتم این زمانی بود که من میدیدم من برای اینکه بتونم اونجا استحکام داشت پیدا بکنم و مثلا جاپان رو صفر بکنم و بتونم روند بهتری و برای پیشرفتم داشته باشم باید که مثلا چی بهش میگن چاخانه آره آره باید به،, به اجبار و به ناراحتی از در... ناراحتی درونم دو انجام بدم برای اینکه خودم رو همسو بکنم با حالا مثلا ایده و ذهنیتی که اون مدیریت و صاحبای اون ماشین فروشی داشتن و خب این هم میگم در, در طول مثلا اون دو سه ماهی که اونجا بودم اونقدر پیشرفت و من واقعا باید خوب دروی میکردم خب نتیجهش خوب بود نتیجه پولی و نتیجه عددیش خوب بود برای من ولی خیلی اذیت کننده عذیت، خیلی اذیت بود واسه من و خیلی آزاردهنده بود دیگه نتونستن دیگه یعنی یکی از عوامل دیگه ای که کم... یعنی دست به دست هم داد که من اون شغل رو بیام ازش بیرون این بود که من اکتیولی و فعالانه باید هر روز مثلا یه دو رویه مثال م... میتونی بزنی؟ مناسبی میداشتم آر... حالا مثال که خیلی چیز میشه خیلی شخصی طور میشه ولی مثلا راجبه یه سری مباحث صحبت میکردن یه سری هابیایی داشتن یه سری چیزایی بود که مثلا من بعد مثلا یا بحث و رو می گفتم، یا موافقت مثلا سطحی و ظاهری پودری بود سنگی بود سنگی آره ایمان ویدیو فرسته رو تو واتسف کام همون از این از این قبیل حالا آره الان به این فکر کردم که یه مثال مناسب قابل اشتراک گذاری شو بگم ولی باید به ناچار یه دروی مناسبی می داشتم مرزا شما چی؟ <تصفح> من نمیدونم چرا حالا مثال خیلی خاص یادم نمیتونم بهش فکر کنم و ولی صد درصد مثلا بوده حالا کارون مثال زد تو مدرسه اینا همه داریم اون تجربیات ولی یه چیزی که حالا خودم بهش دقت کردم این بوده که اول این اپیزود یه کمی بحث پیش داوری و اینا شد یه پیش داوری هست که تو فکر میکنی فرد مقابل دروه یعنی مثلا حالا به خاطر مثلا یه رفتار خاص که انجام میده میگه نه اصلا این نیست این یکی دیگه و من اینو خیلی دیدم و کمی مثلا چیز جالبی نیست مثالش اینه که من یکی از دوستای نزدیکم مثلا میدونم خیلی سال باش دوستم و اینها و میدونم که آقا الکل نمیخوره باش سفر رفتم خیلی وقتا باش اصلا خونهش مثلا موندم میدونم یعنی واقعا میدونم بعد شده که تو جمعه دیگه بودم که پشت, پشت سر دوست من حرف بوده و مثلا گفتن که نه این کلیپ بازی میکنه که آره مثلا ارکونه میکنه و مثلا این دو, این دو و مثلا این اون چیز جالبی نیست که مثلا تازه بخوای یه پیش داشته باشی که مثلا فلان شخص دروه یا نیست یا هر چی این حالا در این پیشتاوری ما حالا مخصوصا کسایی که توی کار هستن یه پیشتاوری وجود داره قبلا هم در مورد اپیزود رفتیم اینترنال ریسیزمه ما مثلا هر موقع که یه کاری میخوای با یه،, یه شخصی که ایرانی انجام بدی همیشه اینجوری که آقا مراقب باشه و حواست باشه مثلا سرتو کلا نذارن این متاسفانه وجود داره و فکر کنم هممون هم یک بار شنیدیم اینو مثلا اگر که یه مثلا یکی رو میخوای استخدام بکنی برای که یه کاری تو خونه انجام بده مثلا یکی بهتره که ایرانی نباشه خارجی باشه راحت‌تر باشه مثلا کنار اومدن <تصفح> و این و این خب خیلی ضربه زننده است حتی توی حالا تویش هم که من دارم میبینم بعضی از این گیمرها هستن میگن اگه ماها مثلا همینطوری که مثلا بعضیشون توی ترکیه ان همینطوری گیمرای ایرانی اگه پشت هم بودن مثل گیمرایی که تو ترکیه ان شاید ما خیلی جلوتر بودیم چون که همیشه پیشاوریه که فلانی که مثلا با چون پول باباش رسیده فلانی که فلان کسو فقط میشناخته الان داره این کارو میکنه اون یکی استعدادی نداره همیشه این وجود داره متاسفانه و خیلی هم بعضی بعضی جاها ما رو عقب میندازه درسته آره بعد 100 درصد یه چیز دیگه هم که منو همواره من بهش حالا فکر میکنم تو موقعات های مختلف فرق بین درو بودن و احترام گذاشتن به شخص مقابلته هم. مثلا حالا یه مثالی بخوام بزنم چون گفته، خود شخص گفت کوروش وقتی که اپیزودی که داشتیم با کوروش گفت توی مقطعی از زندگیش مثلا خیلی این آرتیست های راک و فالو میکرد و خیلی مثل اونا لباس میپوشید و, میپوشید و اینا تا در حد اینکه مثلا توی جشن حالا ازدواج خواهرش اگه اشتباه نکنم همون لباس ها و همون آرایش اونطوری مثلا لباس بوشه. و همون موقعی که داشت کوروشینو میگفت من به این فکر کردم که واقعا کوروش حالا چه آدم باحال و مثلا به قول خودش زلالی بوده که همون طوری بوده که همون طوری که خودش تو اون شرایط بوده لباس پوشیده تو اون مثلا مهمونی مهم و مثلا اگه من بودم صد درصد به خاطر حالا احترام و مثلا حرف و فلان و میکرد آره. مثلاً... احترام نداشت کد شلوار میپوشیدم و مثلا خیلی یه کانفلیکتی برام به وجود میومد و اینا و میگم هم. همیشه من برام این داستان این که آیا حالا آره نمیدونم احترام وارد دروی, دروی میشی این... اینو همیشه بهش فکر میکنم هم. تو موقعیت های مختلف آره. قبل از اینکه حالا بخوایم مثال رو بزنیم چی گفتیم؟ گفتیم که تقیقات نشون داده که ویژگی های اخلاقی یا مرال اهمیت بیشتری بین افراد جامعه داره تا شایستگی های دیگه ای که افراد میتونن داشته باشن اهمیت این موضوع میتونه خیلی حیاتی تر بشه برای کسایی که توی دیدن برای کسایی که مثلا سیاست نداره یه مثال خیلی بارزش دانالد ترامپ که یه اوایلی که میخواست چیز بشه میخواست رئیس جمهور بشه و ران میکرد که بتونه رئیس جمهور بشه یه آدم سطحی دیده میشد حالا بهش یه جورایی سخت میگرفتن گفتن این چه میدونم سواد سیاسی نداره اینا ولی بعد از اینکه برگشت یه سری چیزا برای زنا گفت و گفتش که چم گربم و فلان و اینا اون حرفایی که زد اصلا درصد نفرت ها خیلی بالا رفت و درجه نفرت ها هم عوض شد یعنی مردم شروع کردن یه جور دیگه اینو دیدن چون فهمیدن از لحاظ اخلاقی هم مشکل داره فقط از لحاظ حالا کامپتنسی نیست از, از شایستگی های حالا رئیس جمهوری نیست از, از اخلاقی هم این طرف میتونه مشکل داشته باشه حالا شاید بپرسیم چرا این یکی از دیلاش میتونه این باشه که ما وقتی داریم یه نفر رو به صورت اخلاقی مورد سنجش قرار میدیم مثلا داریم فکر میکنیم که مثلا من میخوام من با فرهاد الان تازه دوست شدم آیا این آدم اخلاقی هست آدم خوبی هست که من میخوام باش دوست بشم یا نه وقتی میخوایم بررسی بکنیم میایم نیت اون شخص رو نسبت به خودمون که آیا خوب نیتش نسبت به من خواهد؟ کار خوب با من انجام بده سر من کلاه بذاره اینو مورد بررسی قرار میدیم ولی وقتی داریم هوش یک نفر رو بررسی میکنیم یا مقدار حالا خوشمشرب بودنشو یا هر چیز دیگه اخلاقی نیست ما داریم در نظر میگیریم که این شخص چقدر قابله که بتونه اون نیت خوب یا رو به ما اعمال بکنه یعنی مثلا اگه آدم خوبیه ولی کم حالا آدم خوبیه ولی شاید درست نتونه اینو به ما بده ولی وقتی آدم خوب آدم بدیه و خیلی هم آدم باهوشیه اون موقع که آدم یه ذره نسبت به این قضیه توی تحقیق هم به این نتیجه رسیدن که آدمهایی که ویژگی هایی ویژگی های مثل باهوش بودن و خوشمشب بودن رو خیلی بیشتر بهش عرض... ارزش آدما این ویژگی باهوش بودن رو خیلی بهش بیشتر ارزش میدن وقتی که از لحاظ اخلاقی طرف اون کاتگوری ها رو پاس میکنه آدم خوش اخلاقیه آدم آنستیه آدم صادقیه و آدم باهوشیه آدم ها دیگه خیلی به این افراد چیز میکنن ارزش بیشتری میدن <متحد> و ترجیح میدن که اگر یه نفر ویژگی اخلاقی نداره ترجیح میدن کم هوشتر باشه توی زندگیشون اونطوری راحت تر <متحد> باشه کم هوش باشه ولی حداقل ویژگی اخلاقی داشته باشه نه 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 اگر که قراره که ویژگی اخلاقی نداشته باشه مثلا میگن طرف آدم بد چه میدونم آدم آنسی آدم صادقی نیست خب ترجیح میدن اون طرفه کم هم باشه و صادق چون <متحد> راحت بذاریش کنار نه <تصال> ك... نتونه, نتونه سر تو کلا بذاره فهم دو... بله بله, بله, بله. من اینجاش قشنگ میشه وقتی میرسیم به خودمون دقیقات نشون داده که ما انسانها کمتر اشتباهات اخلاقی خودمون رو بهش میرسیم که ما داریم یه کار غیر اخلاقی انجام میدیم مثالی که میزد میگفت مثلا مثل کش میمونه که ما تا جایی میکشیمش که دیگه نتونه بترکه اینم در مورد کارهای غیر هم همینه نتونه بهتره که نتونه نه, تونه نه, تونه نه یعنی مانتانه. تا نه تا جایی میکشیمش که دیگه نتره که یعنی دیگه تا اون لبه ترکیدنش دن. میریم آره یا مثلا اه این, این هم به ما اجازه میده که حالا یه جورایی به بقامون برسیم دیگه اجازه میده که هنوز اون افکاری که ما در خودمون آدمایی هستیم که آدم اخلاقی هستیم و بتونیم نگه داریم و بتونیم کارهای غیر اخلاقیمون هم یه جورایی انجام بدیم تا اینکه مثلا بخویم یه کار خیلی غیر اخلاقی انجام بدیم که کل هویتمون رو ببره یه جورایی زیر سوال بعد یه سری تعارض دیگه هم انجام دارن که نشون داده ما دوست داریم خودمون رو آدمای اخلاقی ببینیم و وابسته به های اخلاقی ولی هر از گاهی تسلیم میشیم به وسوسه های کارهای غیر اخلاقی بله این باعث میشه که ما خودمون و, و... چی چی گفتی میگم بله بله ما روش... اون خودمون... ما خودمون اخلاق خودمون رو به چالش میکشیم و توی موقعی که داریم کار غیر اخلاقی انجام میدیم خودمون تو ذهن خودمون خودمون رو به چالش میکشیم و توی ذهن خودمون دنبال توجیه برای عادی کردن این حالت میگردیم اون توجیه میتونه حالا یه سری مثال باشه که الان میگم ولی بذار اول مثالش رو بگم بعدا توضیح بدم مثالش مثلا اینه که حالا کاری که میکنم انقدر بد نیست خب یا مثلا شاید یه سری آدم ها از این کاری که من داره میکنم بهره میبرن که اگه من نکنم مثلا بهره رو نیبردن که بهش نیاز دارن افرادی که قرار ازش بهره ببرن یا مثلا حالا من این همه کار خوب کردم تو این مدت یعنی با این افر... با این افکار میتونیم اه... کار خودمون رو یه جورایی بیایم توجیح بکنیم که حالا من اگه قرار سری یکم کلا بذارم یا الان قرار مثلا درو باشم این همه ما مثلا به این طرف محبت کردن دیگه حالا یه بار هم من یه کار غیر در, در قبال این طرف انجام بدم بعد دیگه چی داشتم میگفتم آها اه تحقیقات نشون دادی که آقایونی که دست به خشونت بر علیه حالا همسرشون میزنن توی خونه به مراتب تونستن کار خودشون رو توجیح بکنن به خاطر اینکه گفتن به خاطر این که کمتر به یاد میارن کارهای بعدشون رو میگم من توی زندگی زناشویی که داشتیم خیلی کار خوب کردم تا کار بعد برای همین اشکال نداره الان یه بار حالا زمین باسمون با نمیاد اگه که من یه خوشونتی هم اینجا به بدم بعد دیگه جونم براتون بگه که انسان ها معمولا کارهای بعد خودشون رو خیلی راحت تر فراموش میکنن و این میتونه به بقاشون کمک کنه که توضیح دادم و ما همیشه دوست داریم باور بکنیم که کارهای خوبی که انجام میدیم به مراتب بیشتر از کارهای بدی که تو این دنیا انجام میدیم همین تحقیقاتی هم که گفتم یه سری راه حل نشون داده که من حالا میخونم مثل همیشه هم میگم گفتن را، راه حل ها دلیل نمیشه که فقط همین راه حل وجود داره و فقط با همین رو آدما میتونن کارشون رو انجام بدن و همین کار رو با انجام بدین که آدمای اخلاقی باشید ولی شاید به همون بتونه کمک کنه که عادلانه تر بقیه رو قضاوت کنیم اگر که قرار قضاوت بکنیم که بهتر نکنیم و یه جورایی با خودمونم رو راست باشیم شاید این راحت تر بتونیم با کارهای غیر اخلاقی بقیه بتونیم کنار بیام اولش اینه که میگه آدم ها خیلی خیلی وقتا نمیدونن که دارن چی کار میکنن اگه دارن کار اشتباهی انجام میدن این برخلاف باور شخصی من من همیشه باور دارم که آدم میدونن دارن چی کار میکنن اه... چ... اه ها بعضی موقع اتفاقی که خیلی اتفاقی هم که میفته سیاسفید نیست و خیلی اتفاقات گنگیه و آدم ها از این گنگی به نفع خودشون معمولا استفاده میکنن برای این بیایم به این باورده شوشیم که آدم ها همیشه با یه ذهنیت از پیش تعیین شده مثلا سر شما رو کلا نمیذارن یه گنگی وجود داشته تلاش کرده از اون اصلا گنگیه به نفع خودش استفاده بکنه و واقعا هم نمیدونسته که اون اثری که روی اشخاص دیگه حالا میتونه بذاره چیه فرید فکر کنم میخوای بگی لبخنده نه 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 همیشه لبخند دومیش دو اینه که فکر نکنیم که یه نفر رو به صورت کامل درک میکنیم اینکه اه حالا اه یه چیزایی در موردش میدونیم باعث نمیشه که بدونیم کاملا تو ذهنش چی میگذره و فاکتورهای خیلی مختلفی وجود داره که باعث یه تصمیم میشه حالا ما به یه سری اینفورمیشن که اصلا برای دیگران دسترسی نداریم یه سری اطلاعات و داده وجود داره برای اینکه مثلا طرف یه تصمیمی می رو میگیره که ما هیچ وقت تو زندگیمون بهش دسترسی نداریم حتی برای خودمون هم ما به یه سری از اطلاعات دسترسی نداریم چون یه سری تصمیمات رو ما توی ناخودآگاهمون میگیریم و اصلا نمیدونیم چه جوری شد که به این تصمیم رسیدیم برای همین نمیتونیم بقیه رو قضاوت بکنیم برای یه کاری که کردن سومش این بود که بیان قبول کنیم که توی همه ماها یه جای بازی اخلاقی وجود داره ما خودمون میگفت یه ویگل،, ویگل رومی وجود داره برای این کارا که ما بعضی موقع اگر که ببینیم به مونه حالا یه ذرم آذریم کار غیر رو انجام بدیم اگه مثلا چه میدونم مثال بیمه اومد هفته پیش مثال این اومد که مثلا چه میدونم پارکینگ پارکینگ اومد مثلا تقلب تو دانشگاه تقلب توی دانشگاه آره این همه چیز بود که فکر میکنیم که الان به کسی هم ضربه نمیزنه دیگه خودمون همه ماها این کار رو کردیم و فکر نکنیم که خودمون خیلی آدمای پاکی هستیم و هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم و چاری میشم این بود که اگر کاری میکنیم که غیر اخلاقی است سعی کنیم یادمون بمونه درسته که بدن انسان اینطوری دیزاین شده یا اینطوری حالا رشد و نموف پیدا کرده یا تکامل پیدا کرده که اتفاقات اتفاقات بعدی که میفته کارهای بعدی که انجام میده رو از ذهنش پاک بکنه که بتونه با یه ذهنیت حالا تمیزتر ادامه بده زندگیشو رو بخواد. بخواد همه رو یادش بمونه احتمالا کارش به خودکشی میرسه ولی سعی کنیم یه چیزایی یادمون بمونه که ما آقا ما هم کار غیر اخلاقی انجام میدیم ما هم سر بقیه رو مثلا شاید دو سه بار کلا گذاشتیم و همیشه اینطوری قضاوت نکنیم که من کارهای خوب انجام دادم پس میتونم کارهای بدم انجام بدم <applause> همیشه به این آگاه باشیم که کارای غیر اخلاقی که انجام میدیم میتونه بازخورده خیلی بدی برای یه سری از, افراد داشته باشه و این شاید بتونه به ما کمک بکنه که اول بقیه رو قضاوت نکنی و اینکه با خودمون یه جورایی رو راست باشیم این بود اپیزود من از یه مکالمه خیلی کوتاه با مادرم شک گرفت و به اینجا رسید و خودم فکر نمی کردم که این همه تحقیق روش انجام شده باشه من فکر کنم مثلا 7 8 تا تحقیق مختلف خوندم ریسرچ های مختلف با تعداد کیس های مختلف مثلا از هزار تا بود تا کوچیک ترین 170 تا که ویژگی های اخلاقی ها رو ویژگی های اخلاقی افراد رو مورد سنجش قرار داده بودند و ارزش اون ویژگی های اخلاقی برای آدم ها حالا اگر که خواستین میتونم تمام اینا رو براتون در اختیار شنونده بذارم برام بخونم این وسط اه. حالا یه داشتی اینا رو میگفتی من فکر می‌کردم یه جوری هم سیستم طراحی شده که پاداش میده اون آدم می رو که حالا این وسط هم یه کار غیر اخلاقی کرد و به نفعش شد مثلا هم قضیه تقلب که میگی توی حالا مدرسه دانشگاه انقدر همه چیز نمره محوره همه جای دنیا همینه که طرف میگه که خب من اگه این کارو بکنم و کسی نفهمه پاداش قابل توجهی نصیب به من میشه پس هم به اون کار میده ولی خب اگه حالا سیستم مدل دیگه طراحی بشه که پاداش به نسبت توانایی واقعی افراد داده بشه اون موقع دیگه کسی اون کارو نمیکنه یا مثلا پاداش به اندازه خصایص اخلاقی مثلا اینکه چقدر طرف اخلاق مدار بوده چقدر اخلاق رو رعایت کرده اگه داده بشه دیگه اون موتیویشن از بین میره که حالا من یه کار غیر اخلاقی بکنم که اون پاداش رو بگیرم این عملی نمیشه به خاطر اینکه اندازه‌گیری اون مباحث سخته. آره سخته تو نمره رو خیلی راحت اندازه میگیری ولی نمیتونی بفهمی که طرف چقدر صادق بوده اندازه گیری اون سخته یا حالا توی قضیه کاری پاداش پول دیگه طرف میگه که خب من الان این وسط یه ایده یکی و دزدیدم یا یه کاری کردم مثلا به مشتری فلان چیزو گفتم یه ذره پول بیشتری هم به من رسید اون پاداشه داره بهش میرسه هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده دیگه همین مثالی که فرهاد سر کار خودش میزد ولی خب اگه اون پاداشی قرار بود بر مبنای میزان صداقت به شما میرسید اون موقع دیگه داستان فرق میکرد ولی خب چون اندازه گیری اون سخته و از هم سیستم اینجوری بنا نهاده نشده نه. نه شدنی نیست این خیلی شرایط ایدئاله آره همون میگم شرط ایدال ولی واقعا پرسه ای برای سنجش همچین چیزایی وجود نداره خیلی چیزا هست که اصلا آدما نمیتونن بسنجنش واقعا یعنی هم اخلاق چجوری میشه سنجید مگر اینکه پاره شد در نظر خمیازه کشید اتفاقا همین رو می‌خواستم بگم می‌خواستم بگم الان دیگه کسی هم نمیتونه خمیازه بکشه دوربین جلو صورت بده هر حال ماسک می‌خواد یه رو بداره فقط خمیازه می‌کشه چون داری هست در اصل سمیره میخوایی سری کامنت و جالب و اینا بخونیم که حوصله شما سر نره فراد جان نه نه من واسه حوصله سر رفتن خمیازه نکشیدم اینجا اتاق بسته است هیچ به اینجا آره اتاق بستر باش آشنایی داریم بله بله چهار دقیقه دیگه مگه نباید کنیم اون من بهش یه دمسیج زدم که مای زدی سر اوکی تمامه یک کمی کامنتی رو آره کنیم. آره آره, آره همینطور که ایمان گفت خب آره، کامنت های خیلی خوبی گرفتیم برای کلا سلسله معنای زندگی کارون و به خصوص اپیزود آخرش منم شخصا خیلی اپیزود آخر رو دوست داشتم و به فکر منو رو به فکر فرو برد پانتا گفته بسیار مباحث جالب بود این معنی زندگی دست کارون درد نکنه واقعا این آه. کامنت ها از یوتیوبه نیما گفته که شاید باورتون نشه ولی منطق ریاضی رو دوباره آوردن تو دبیرستان اه، آه، من کارون گفته بود ریاضی جدید که ما ساختم خوبه دیگه آره گفتن هادی گفتی که نمیخوام نمیخوام بگم تنها دلیل ولی یکی از بزرگترین دلیل هایی که خود کس رو میبینم چند دقیقه قبل شروع پادکسته یه قسمت همه رو چند دقیقه قبلش رو بریم اصلا شروعش نه همینجور بشینیم همینطوری بشینیم صحبت کنیم یا آفه بگیم شخصا به نام اس گفته که نمیدونم چرا ولی حس میکنم تو ویدیو جوراب میافت باید بیاد <تصال> <تصال> uh... دیگه چی؟ از یوتیوب از توییتر نر اه، چیزی داریم از فلوریدا او... چی داریم؟ نکرد از ف... <تصال> فلوریدا یکی بود یه چیزی یکی مسیج داده بود از فلوریدا یه خبر از فلوریدا خیلی خنده دار روی اینستاگرام حالا اسکرین میخوام یه کمی اون چیزا رو میگی کروکودیل رو میگی خیلی خیلیه فلوریدا هر هفته کروکودیل من هسته. من امروز یه خبر خوندم از فلوریدا این بود که یه چیز بوده یه وترن به فارسی چی میشه دامپت چیه... نه 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 کسی که توی جنگ قهرمان ده. جنگ قهرمان جنگ نه ولی خب کسی که توی حالا جنگ خدمت کرده اینا. رفته بود زندان به خاطر حال یه کاری که کرده بوده بعد فوت میکنه بعد ایو. از دو سال فیلمش در میاد که انقدر به تیزر زده بودن انداخته بودنش بهش نرسیده بودن رفته توی شوک و اونطوری از بین رفته الان تازه فیلمش در اومده الان فعلا به دنبال اون کسایی که حالا اون موقع توی اون زندان کار میکردن تو فلوریدا آره فلوریدا خدا <تصفح> لعنت <تصفح> کنه او نه یه خبری کارو فرستاده بوده اونو کار کنیم خبر یا ویدیو فقط خندیدم پیوند پیوند بود آها نمیدونم اگر میخواین کاور کنید خودتون کاور کنید من واقعا نمیدونم چی من میگم دیگه اولین اولین پیوند موفق حالت اسب به انسان در فلوریدا اتفاق افتاد من نمیدونم این کاربرد چه کاربردی خواهد داشت کاربرد داره شما کاربردش نباش اون طرفی که رفت ولی کرده کاربرد داره اصلا هدلاینه اینقدر جدی بود من مونده بودم که خوب شد نرفتم اونجا چون من از دانشگاه اونجا پذیرش داشتم فکر کنم خبر من در الان سرخط خبره بودی وای یه خبر جالب کنم در مورد یه قواس مصری که رکورد زیر آب بودن رو زد به مدت 145 ساعت زیر آب اه... تکونم نمیخورد و اتفاقا حالا فیلمش هم هست بس با یه آرمه تنابونا بستنش زیر آب فقط به خاطر رکورد زدن حسنی با... دادم سر میره 145 ساعت چیزی زد یعنی ماسک آره, با. آره با. با. نه <تصفح> <تصفح> نه آخه یکی بود رکورد زد 8 ساعت یکی بود رکورد چقدر میشه 6 روز تقریبا میشه 6 روز آره میخواسته اه، 150 ساعت انگار بزنه ولی اکسیژن تموم شد دیگه و میخوابیده واسه چیکار میکرده نه اینطوری که من فیلم رو دارم وایساده و دورش یه سری میله هست چند نفرم خب اون پایین هستن فکر کنم چند تا دکتر رو هم صحبت هستن. میکنن و بعد مثلا اکسیژنش رو عوض میکنن تانکش و این داستان ها ولی خیلی من منو یاد چیز افتاد یه تجربه داشتم اه... کلاس های غریق نجاتی میرفتم و یکی از تستایی که میگرفتن این بود که اه... یه حالت آجر مانند مینداختن ته استخ قسمت پر اوم یادم نیست وزنش چقدر مانکم. نه 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 این اون کلاس تو نبودی هم. بعد تو لولت نمیرسی بعد میرفتی تو اون با تو بودی دست و پا میزدی و میرفتی کف استخ اینو میابردی بالا مثلا فکر کنم سه متر و نیم عمق بودی بعد خیلی فشار میومد رو گوشا یعنی بعد اینو میاد خیلی یکی از تجربیات بعد من رکورد کسی که زیر آب تونسته نفسشو نگه داره 22 دقیقه و 22 ثانیه است 22 دقیقه یا دقیقه زیر چجوری میرن تو حالت اقما یعنی طرف واقعا انقدر مثلا مدیتیشن و ایناست داشت توضیح میداد من دیده بودم یه مصاحبه طرف کرده بودن طرف اصلا از کلن از این بدن میاد بیرون و کانسامشن مثلا آره کانسامشن همه چیز سفر میشه توی اون مدت و دقیقه 22 ثانیه که رکورد قبلش 22 دقیقه بوده طرف و 22 ثانیه آلمانی Q, Q. بوده فکرم دیوید بلین بوده <از> نه تام <متصفيق> سیتاس هست اس ا... ا... آی ای تی اس. هست داره ایلیا. دیده بودم اینه واسه همی گفتم ولی او سر خورده ای ساعت که از... <تصفيق> 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 دیگه هست شی... دیگه چی دیگه چیز داری برامون خب خ... یه خبر خیلی مهمم که این هفته اومد من... البته نمیدونم از لحظه حالا یوتیوب و اینا همون داره شرکت داره فایزر و واکسنی که چیز شده بگم بگو بگو, بگو نمیدونیم چیه بگو آه آه واکسن بگو واکسن واسه مریضیه آره کمپانی آمریکای فایزر و کمپانی پار... پارتنرش که آلمانی هست داشتن روی... رو واکسن این بیماره کار میکردن و الان توی مرحله سه تست واکسن 90 درصد در واقع ساکسس ریت آره یا یا هرچی. آره ولی چیزی که من میدیدم مثلا زیاد من نتونستم عدد پیدا کنم که مثلا چرا یه عدد پیدا کردم که نوشته بود 43 هزار رو خورده این نفر تو این تست س... ف... فاز سه بودن و نزدیک که 94 تاشون بعد واکسن به حساب دوباره مریض مریضی رو گرفتن آره خیلی باید. امید دارن به این واکسن آره. خبرش بکنم برای ما دقیق در نمیاد ولی سیاست مداره اینجورین که دارن راجع به لوجستیک کار صحبت میکنن که چجوری واکسن باید پخش بشه من مثلا کانادا و اروپا اصلا پیش خرید کردن و خیلی. باید ببینیم چه جوری پیش می از اون ور حالا روسیه هم اعلام کرد که نه مثلا همین افکتیونس واکسنی که اونا داشتن که خیلی وقت پیشم اعلام کردن 92 درصد دو درصد آره بعد اونا ولی رکورد دارن میزنن این 90 درصد گفتی که 94 بودین آره. این 90 90 90 شرط حمل و هم چیزه هم آره باید سرد باشه آره اون درزی مسکه سخته و من شنیدم کانادا هم اومده از چند تا کمپانی خریده یعنی حالا قرارداد بسته که هر موقع اومد از فقط از یک کمپانی نباشه که نمیدونم همه تو چه چرا ولی حالا یه سوال چرت و پرت نمیگفت کسی گفت تا هفته دیگه ما میدیم بیرون آره اونم بچه‌هاش <تصفح> میاد برا ما خیلی خوش چون تو یه هفته ترامپ رفت از کاخ سفید یعنی نرفته الان که میگه نمیره آره قرار بره و سه چهار روز بعدش هم این خبر این واکسن در اومد اگه قبل توی اون حالا مناظره ها خبر واکسن میومد اومد چیکار میخواست بکنه با ما 6 روز بعد چیز اومد انتخابات خبر نشه حالا ترامپ این هفته گفته بود که مثل اینکه با گاورنر نمیدونم فرماندار فرماندار نیویورک یه چیز همیشه تو سرش کومو آره آدم جالبی هم هست اون غیبا. گفته که به نیویورک وقتی واکسن میاد نمیدی چون <تصفح> 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 میگه <ميزه> خود ما خیلی ناراحت ولی باید این فرماندارتون اوکی بده خیلی اصلا تیپیکال ترامپ دیگه خیلی جالبه دیگه روزای آخر دیگه لذت ببرید دو ماه مونده آره. الان چجوری؟ الان اومده چیز کرده پروتست کرده که این اشتباس بعد دوباره آره. آره یه خبر که همین الان داره اتفاق میفته توی واشنگتن دی سی خیلی البته فکر تو خیلی شهرها طرفدار ترامپ اومدن بیرون تو خیابون و تظاهرات عجیب دارن الان انجام میدن همین میگن 63 درصد کو و حالا ببینیم چی میشه خیلی خوب ببندیم اپیزودمون رو ببندیم ببندیم خیلی ممنون که به ما تا اینجا گوش دادید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هنگ شنبه با اپیزود اون با آریان برمیگردیم